سلام به تمام شما دوست عزیز، آرزو دارم که صحتمند باشین و روز تاییدم به بسیار خوبی و خوشی سپری کرده باشین. و دوست عزیز، امروز خواستیم به شما پنکیک آماده بسازیم. بسیار یک کیک عالی است. در نخست میریم مواد لازمه را میبینیم، بازم با ما باشین. مواد لازمه پنکیک: شیر 1 گلاس، آرد ترمیده 3 گلاس، تخم مرغ 4 عدد، بوره 2 قاشق ماستخوری، بیکنگ پودر 2 قاشق چایخوری، وانیل 1 قاشق چایخوری، روغن به قدر ضرورت، رنگ های غذا به قدر ضرورت. در نخست باید تخم خوب لد بذاریم در یک ظرف. تخمه در یک ظرف جداگانه مشکنانیم تا به خاطر از اینکه دیگرش خراب نباشه و تخم متبقی را خراب میسازه، از اون خاطر دانه دانه مشکنانیم و میبینیم که خراب نباشه. و حالا تخمه لط میزنیم تا زردی و سفیدیش یکسان شود. و حالا بوره رو میندازیم و خوب مخلوطش میکنیم. بوره هم تقریبا 1/2 گلاس است. بوره رو انداختیم و حالا خوب مخلوطش میکنیم. کمی بیکنگ پودر میندازیم و همچنان وانیل. دوست عزیز، وانیل بسیار بوی کیک یا کلچک استفاده میکنیم، بسیار بویش خوب میسازه و همچنان بیکنگ پودر خوب میپندانش و خدا باز میکنه. و به اندازه 1 قاشق ماسخوری روغن هم اضافه میکنیم. این مواد را هم خوب با هم مخلوط می سازیم. و حالا شیر اضافه می کنیم. به اندازه 1 گلاس شیر می اندازیم. شیر با مواد دیگه خوب مخلوط کردیم و آل آرده میندازیم. آرده میگیریم، ای و به اندازه 1/2 گلاس آرد میگیره و کم کم میندازیم تا ببینیم که نرمیش به چی اندازه است. و دوست عزیز، دلیلی که چرا آرد کم کم مندازیم است به خاطری که میتونیم خوب حلش بسازیم. تا هنوز 1 گلاس آرد انداختیم. و میبینیم که انوزه موگین است، دیگه هم اضافه میکنیم.
نیم گلاس دیگه هم اضافه میکنیم. که مجموعا میشه دوست عزیز دو گلاس آرد داده می تمام مواد را که ما انداختیم دو گلاس آرد استفاده کردیم. حالا آرد با مواد های دیگه خوب مخلوط می کنیم. تمام مواد کیک آماده است، تمامش هم مخلوط کردیم. وال در ظرفای جدا جدا میگیریم، باید ظرفای اضافه را هم از پیش خود دور کنیم. وال در پنج کاسه ای را پنج تقسیم میکنیم، چون رنگ های مختلف از استفاده میکنیم. گوش میکنیم، تمام شب به یک اندازه بگیریم. حالا رنگا را دهی اضافه میکنیم و دوست عزیز اگر شما خوش داشته باشین میتونین یک کرایی کلانه بگیرین و مواد کیک را که آماده ساختین دو بندازین و آماده پختش بسازین و به خاطر از اینکه بسیار مقبول شد و ما خواستیم که کیک های بسیار خورخور در رنگ های مختلف داشته باشه از او آماده بسازیم. حالا رنگ سبز میگیریم، رنگ سبز اضافه کردیم و حالا خوب مخلوط میکنیمش. و حالا رنگ زرد میگیریم. خوب مخلوط میکنیمش. حالا رنگ دیگر رو میندازیم. رنگ دیگر رو اضافه کردیم و این هم خوب مخلوط میکنیم. میبینین دوست عزیز چقدر رنگای مقبول است و کیک هم چقدر رنگایش مقبول خواهد آمد. این رنگه که شچاییش بود. والا رنگ دیگر را اضافه میکنیم. این رنگ هم خوب مخلوط کردیم. حالا رنگ بعدی رو میگیریم. حالا از یک کرایی که بسیار خورد و مقبول استفاده میکنیم دوست عزیز و کیک رو پخته میکنیم. گاز روشن می کنیم.
کیک رو یک چرب میکنیم تا وقتی کیک که میندازیم تا آماده شون دیش نچسبن. بالین کیک یا مواد کیک داخلش میندازیم. فعال میمانیم بالای گاز. کم حرارتش را پخش میکنیم. میمانیم تا پخته شود. و حال رویش دور میدیم. به این شکل میمانیم که روی دیگه هم پخته شود. و حال یک ظرف میگیریم. کیکم پخته شده میکشیمش. باز هم کروی را چرب میکنیم. وال رنگ دیگر را اضافه میکنیم. حرارتش بسیار پخش می باشد دوست عزیز، به خاطر از اینکه تمامش نرمال پخته شود. و دوست عزیز شما هم می توانید به این شکل آماده بسازین کیکی که دکرایی آماده می سازین، یعنی پن کیک. به انگلیسی نامش یعنی پن تخم پذیر میگه، از خاطر میتونیم کیک های بسیار مقبول از او آماده بسازیم. و همچنان کسایی که داش ندارن تشویش نکنن دوست عزیز، کیک هم میتونید شما به این شکل آماده بسازیم. و حال یک طرفش پخته شده، به خاطر از اینکه بسیار نرم است حال از این کاغذک استفاده میکنیم. رویش دور دادیم. وال میمانیم که روی دیگه هم پخته شود. والی هم پخته شده ایره میکشیم و کروی را چرب میکنیم. رنگ سبز اضافه میکنیم. و میمانیم تا یک طرفش پخته شود. و حالا رویش دور میتیم، یک طرفش شده. این طرفش هم میمانیم تا آماده میشه. دوست عزیز و کیک هم آماده، سرارتش خاموش میکنیم. یک دانه آخری مانده بود ایره هم پخته کردیم و حال در یک ظرف میچینیمش. و دوست عزیز شما میبینید که چقدر رنگای مقبول است و من مطمئن هستم که طعمش هم همین قسم بسیار خوشمزه است. تمام کیک در ظرف میچینیم.
کیک تمامش چیندیم و دو سایزیز این بود پنکیک که امروز به شما آماده ساختیم و من مطمئن هستم وقتی که اطفال رنگای مختلف زیرا ببینه و بسیار شوق نوش جان میکنه و دو سایزیز تا برنامه بعد که باز آمده خدمت شما امروی جمع هم کارهای ما قرار میگیرم. تمام شما رو به خداوند یکتا میسپارم. خداحافظ.